حسن روحانی بدون اینکه خجالت بکشه و یا خندش بگیره از حرف خودش، عنوان کرده که من برای شرایط پسابرجامی حاضرم طرحها و ایده های خودم رو به دولت 13 منتقل بکنم. صحبت از وحدت میکنه، حالا صحبت از باهم بودن میکنه. جناب آقای حسن روحانی، قبل از هر چیز تو و امثال تو و وزرای تو امروز به جای صندلی مشاوره بر صندلی پاسخگویی باید بشینند، نه صندلی مشاوره. اما شمایی که فعالیت‌های هسته‌ای، فعالیت‌های دفاعی و موشکی ما، فعالیت‌های منطقه‌ای ما رو ناقض برجام و تهدید کننده برجام بی فرجامت داشتی میخوندی، شرایط کشور امروز با شرایط کشور در دوران تو و امثال تو بسیار متفاوته. ما امروز مذاکره میکنیم با غرب، امریکا رو هم راه ندادیم به مذاکره و موشک هامون رو رونمایی میکنیم. موشک خیبرشکن رو جدیدن رونمایی کردن، امروز هم ماهواره بر ما ماهواره فرستاد فضا. و خب به هر حال این شرایط بسیار با شرایط دوران شما متفاوته و همزمان با مذاکره از موشک های نظامی و موشک های علمی داریم رونمایی میکنیم. همزمان با مذاکره فعالیت های منطقه‌مون رو گسترش دادیم و تقویت کردیم. همزمان با مذاکره لنگرهای استراتژیکمون رو در خاور دور انداختیم. حالا شما میخواید چه چیز رو به دولت جدید منتقل بکنید؟ شما که بلد نیستید. شما یا باید فعالیت‌های موشکیمون رو کنار میگذاشتیم، یا باید صنایع دفاعی خودمون رو محدود در مرزها میکردیم، یا به گفته در واقع سلف شما هاشمی رفسنجانی ما باید پتانسیل نیروهای نظامیمون رو منتقل میکردیم به پتانسیل‌های صنعتی و مثل آلمان و ژاپن ارتش و بی‌سپاه میشدیم، که البته اون هم یک خواب آشفته‌ای بود که هاشمی با خودش به خانه آخرتش برد. شما که برای مدیریت کشور همراه با اقتدار منطقه‌ای و بین المللی برنامه ای نداشتید که. ما در هیچ دوره‌ای در اقتصاد ایران، حتی در زمان جنگ، تجربه تورم بالای 30% به صورت چند سال متوالی رو نداشتیم و در دولت جناب عالی ما فقط 3 تورم بالای 30% رو تجربه کردیم. در دولت جناب عالی تورم بالای 44% رو مردم تجربه کردن. افزایش پایه پولی، کاهش ارزش پول ملی، افزایش بیکاری، افزایش ناامیدی، افزایش عصبیت سیاسی در ایران، افزارگسیختگی قیمت‌ها، کوچک شدن سفره مردم، اینا حاصل دولت شما بود، حاصل تدبیر شما بود، حاصل معطل نگه داشتن کشور ایران پشت درهای امریکا و پشت درهای اروپا در دولت جناب عالی توسط شما و وزراتون بود. حالا میخواید همینا رو منتقل بکنید به دولت رئیسی؟ شما اگر عرضه مدیریت کشور رو داشتید، در همون دوره 8 خودتون همه مجاری مدیریتی دستتون بود، همه منابع اقتصادی هم زیر نظر دولت داشت کار میکرد. شما که عرضه کار کردن داشتید، 8 فرصت داشتید. شما امروز به جای صندلی مشاوره باید بر صندلی پاسخگویی بشینی، حسن روحانی و وزرای حسن روحانی. شما اگر طرحی دارید، اگر ایده‌ای دارید، اگر میگید زمان وحدته، چرا تو دولت خودتون، تو دوره خودتون که مست قدرت بودید، حرف از وحدت نمیزدید؟ مخالفینتون رو، منتقدینتون رو حواله میدادید به جهنم. با بی‌تربیتی تمام بهشون میگفتید بزدل، ترسو، برم به جهنم، یه مش بی‌شناسنامه. حالا شناسنامه دار شدید جناب آقای حسن روحانی، وزرای حسن روحانی. اگر طرحی برای اداره کشور دارید، اول بیاید ببینیم شناسنامه دارید یا نه. کدومتون شناسنامه دار هستید؟ زمانی که شناسنامه‌تون رو ارائه دادید، اون وقت بیاید از طرح داشتن صحبت بکنید. ما اول باید مطمئن بشیم شما شناسنامه دارید، شما یه مشت بی‌شناسنامه نیستید. اگر یک مشت بی‌شناسنامه نبودید، طرحاتون هم بیارید ببینیم چه طرحی دارید.